بسم الله الرحمن الرحيم. جذر یا رادیکال، جذر اعداد الجبری. جذر یک عدد الجبری عبارت از دریافت آن یک از عوامل ضربی یکسان است که اگر به خودش به قدر جذر نمای عدد جذری ضرب گردد، عدد تحت جذر یا مجذور را حاصل می دهد. جذر که درجه نداشته باشد درجه آن عدد دو است. به این مثال توجه کنید، جذر A با درجه N، در اینجا A را به نام عدد تحت جذر یا مجذور یاد میکند و این علامه را که میبینید به نام علامه جذر یاد میکند و N را به نام درجه جذر یاد میکند. به این مثال توجه نمایید، جذر 25، جذر 25 به درجه 2، چون قبلا هم در تعریف ذکر کردم در جذری که درجه نداشته باشد درجه آن عدد 2 است. پس جذر 25 به درجه 2، ما باید 25 را به عدد تجزیه نماییم که 2 بار به نفس خود ضرب شد، پس 25 را حاصل بیتر. پس ما میتونیم جذر 25 مساوی قرار بیتیم به جذر 5 ضرب 5. برای اینجا نظر به قانون توان از قاعده مساویت را میگیریم، نماها را با هم جمع می نماییم که مساوی میشه به جذر 5 به نمای 2. در اینجا درجه جذر با توان عدد 5 اختصار میشه، مساوی میشه به 5، یعنی جذر 25 ما مساوی شد به عدد 5. به این مثال دیگر توجه نمایید، جذر 81 به درجه 2، ما باید 81 را به دو عدد تجزیه کنیم که به نفس خود ضرب شود مساوی به 81 شود. پس ما میتونیم که 81 جذر 81 مساوی قرار بدیم به جذر 9 ضرب 9. در اینجا باز هم از قانون توان استفاده میکنیم، از قاعده مساویت را میگیریم، نماها را با هم جمع می نماییم که مساوی میشه به جذر 9 به نمای 2. در اینجا درجه جذر با نمای عدد 9 اختصار میشه، پس مساوی میشه به 9، یعنی جذر 81 ما مساوی شد به عدد 9. به این مثال دیگر توجه کنید، جذر 36، ما باید 36 را به دو عدد تجزیه کنیم، مساوی میشه به جذر 6 ضرب 6. در اینجا باز هم از قانون توان استفاده میکنیم، از قاعده مساویت را میگیریم، نماها را با هم جمع می نماییم که مساوی میشه به جذر 6 به نمای 2. در اینجا درجه جذر با نمای عدد 6 اختصار میشه، مساوی میشه به 6، یعنی جذر 36 ما مساوی شد به عدد 6. به این مثال دیگر توجه نمایید، جذر 64، جذر 64 ما مساوی شد به جذر 8 ضرب 8 که مساوی میشه به جذر 8 به نمای 2. در اینجا درجه جذر با نمای عدد 8 اختصار میشه، مساوی میشه به 8، یعنی جذر 64 ما مساوی شد به عدد 8. و این مثال دیگر توجه نمایید، جذر 100، جذر 100 ما مساوی شد به جذر 10 ضرب 10 که مساوی میشه به جذر 10 به نمای 2. در اینجا باز هم درجه جذر با نمای عدد 10 اختصار میشه، مساوی میشه به 10، یعنی جذر 100 ما مساوی شد به عدد 10. به این مثال دیگر توجه نمایید، جذر 8 به درجه 3، ما باید 8 را به 3 عدد تجزیه نماییم تا حاصل ضربشان پس 8 شود، یعنی 8 را به 3 عدد تجزیه میکنیم که مساوی میشه به جذر 2 ضرب 2 ضرب 2 به درجه 3، مساوی به جذر 2 به نمای 3 به درجه 3. در اینجا درجه 3 میبخشید درجه جذر با نمای عدد 2 اختصار میشه، مساوی میشه به 2، یعنی جذر 8 به درجه 3 مساوی است به عدد 2. جذر 81 به درجه 4، ما باید 81 را به 4 عددی که ضرب نماییم، یعنی 4 عدد یکسان یا مساوی، چون
درجه جذری ما 4 است، بنان 81 را با 4 عدد تجزیه می نماییم. مساوی میشه با جذر 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 به درجه 4 که از قانونی توان استفاده میکنیم، از قاعده مساویت رو میگیریم، توان ها رو با هم جمع می نماییم که مساوی میشه با جذر 3 به نمای 4 به درجه 4. در اینجا باز هم درجه جذر با نمای عدد 3 اختصار میشه، مساوی میشه با 3، یعنی جذر 81 به درجه 4 مساوی شد به عدد 3. به این مثال دیگر توجه نماید، جذر 625 به درجه 4. ما باید 625 به 4 عدد، 4 عدد مساوی تجزیه نماییم، چون درجه ما 4 است. بنابراین 624 به 4 عدد مساوی تجزیه می نماییم که مساوی میشه به جذر 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 به درجه 4 که مساوی میشه به جذر 5 با نمای 4 با درجه 4. در اینجا باز هم درجه جذر با نمای عدد 5 اختصار میشه، مساوی میشه با 5، یعنی جذر 625 با درجه 4 مساوی شد با عدد 5. به این مثال دیگر توجه کنید، جذر 1000 با درجه 3. ما باید 1000 را با 3 عدد مساوی تجزیه نماییم، چون درجه ما 3 است. بنابراین میتونیم که بنویسیم مساوی با جذر 10 ضرب 10 ضرب 10 با درجه 3. از قانون توان استفاده میکنیم، از قاعده مساویت را میگیریم، توانهاش با هم جمع مینماییم که مساوی میشه با جذر 10 به نمای 3 با درجه 3. در اینجا باز هم درجه جذر با نمای عدد 10 اختصار میشه، مساوی میشه با 10، یعنی جذر 1000 با درجه 3 ما مساوی شد با عدد 10. به این مثال دیگه توجه کنید، جذر 128 با درجه 7. ما باید 128 با 7 عدد مساوی تجزیه نماییم، چون درجه ما 7 است. بنابراین میتونیم بنویسیم که جذر 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 با درجه 7. از قانونی توان استفاده میکنیم، از قاعده مساویت را میگیریم، توان ها را با هم جمع مینماییم که مساوی میشه با جذر 2 به نمای 7 با درجه 7. در اینجا درجه جذر به نمای عدد 2 اختصار میشه، مساوی میشه با عدد 2، یعنی جذر 128 با درجه 7 ما مساوی شد با عدد 2. به این مثال دیگه توجه کنید، جذر 27 با درجه 3. ما باید 27 به 3 عدد مساوی تجزیه نماییم، چون درجه جذر ما 3 است. بنابراین میتونیم که بنویسیم مساوی است با جذر 3 ضرب 3 ضرب 3 با درجه 3، مساوی میشه با جذر 3 با نمای 3 با درجه 3. در اینجا درجه جذر با نمای عدد 3 اختصار میشه، مساوی میشه با 3، یعنی جذر 27 با درجه 3 ما مساوی شد با عدد 3. مطالعه مجذور، نظر به درجه آن. حالت اول، اگر درجه جذر جفت باشد، دو حالت وجود دارد. الف، اگر مجذور مثبت باشد، حاصل آن مثبت و منفی است. یعنی چی؟ به این مثال توجه کنید، جذر 4، جذر 4 مساوی است در حقیقت مساوی است به جذر 2 ضرب 2. که در اینجا از قانون توان استفاده میکنیم، از قاعده مساویت را میگیریم، توانش با هم جمع مینماییم که مساوی میشه به جذر 2 به نمای 2. در اینجا درجه جذر با نمای عدد 2 اختصار میشه، مساوی میشه به عدد 2. 2 یک عدد مثبت است. و یا هم جذر 4 رو میتونیم بنویسیم که مساوی است به جذر منفی 2 ضرب منفی 2. هر گام ما منفی 2 را ضرب منفی 2 کنیم، پس مثبت 4 حاصل میشه. بنابراین ما میتونیم که جذر منفی 2 ضرب منفی 2 را از قانون توان استفاده کنیم، از قاعده مساویت را بگیریم، توانش با هم جمع کنیم که مساوی میشه به جذر منفی 2 کل به نمای 2. در اینجا درجه جذر با نمای
عدد منفی دو اختصار میشه، مساوی میشه به عدد منفی دو. از این نتیجه میکریم که جذر 4 ما مساوی است به مثبت منفی دو. یعنی جذر 4 هم میتونه یک عدد مثبت باشه یک عدد، و یا هم میتونه یک عدد منفی باشه، به شرطی که درجه آن عدد جفت باشه. درجه جذر ما در اینجا دو است، چون در تعریف ذکر کردم هر عددی که درجه نداشته باشه درجه آن عدد دو، دو یک عدد جفت است. به این مثال دیگه توجه کنید، جذر 25 به درجه دو، جذر 25 به درجه دو ما مساوی است به جذر 5 ضرب 5، که مساوی میشه به جذر 5 به نمای دو. درجه جذر به نمای عدد 5 اختصار میشه، مساوی میشه به 5. و یا هم جذر 25 ما مساوی است به جذر منفی 5 ضرب منفی 5. هر گام ما منفی 5 ضرب منفی 5 کنیم دوباره جذر 25 حاصل میشه. در اینجا ما داریم جذر منفی 5 ضرب منفی 5. در اینجا از قانون توان استفاده میکنیم، از قاعده مساوی یک رو میگیریم، نمایش با هم جمع مینماییم که مساوی میشه با جذر منفی 5 کل به نمای 2. در اینجا درجه جذر با نمای عدد منفی 5 اختصار میشه، مساوی میشه با عدد منفی 5. از این نتیجه میگیریم که جذر 25 ما مساوی است با مثبت منفی 5. یعنی جذر 25 یا میتوند یا مثبت 5 باشد یا میتوند منفی 5 باشد. ب، اگر مجذور منفی باشد حاصل آن یک عدد حقیقی نمی باشد بلکه یک عدد موهومی می باشد، به شرط که درجه ما یعنی درجه جذر ما یک عدد جفت باشه مثل 2 4 6 و امثال اینها. به این مثال توجه کنید، جذر منفی 4، جذر منفی 4 ما میتونیم به شکلی جذر 2 ضرب 2 بنویسیم. اگر ما 2 ضرب 2 کنیم مساوی میشه با جذر 4، و یا هم جذر 4 میتونیم به شکلی جذر منفی 2 ضرب منفی 2 بنویسیم. هر گام ما منفی 2 ضرب منفی 2 کنیم باز هم مساوی میشه با جذر 4. در صورت که ما در سوال داشتیم جذر منفی 4، در هر دو صورت مشاهده میکنید که حاصل ما جذر 4 بیرش 4 مثبت است. بنابراین از این نتیجه میگیریم که جذر منفی 4 ما حل نداره، یعنی سایه حل آن در اعداد حقیقی نمی باشه بلکه یک عدد موهومی است. جذر منفی 16 به درجه 4 که میتونیم به شکل جذر 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 به درجه 4 بنویسیم. هر گام ما 2 را ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 نماییم مساوی میشه به جذر 16 به درجه 4. و یا هم اگر بخوایم که جذر منفی 2 را ضرب منفی 2 ضرب منفی 2 ضرب منفی 2 که درجه جذر عدد 4 است نماییم، باز هم مساوی میشه به جذر 16 به درجه 4. در صورتی که در سوال ما داشتیم جذر منفی 16 به درجه 4. بنابراین از این نتیجه میگیریم هرگاه درجه جذر مستاق میبخشید جفت باشد و عدد تحت جذر یا مجذور یک عدد منفی باشد، او در ساحه اعداد حقیقی حل ندارد بلکه حل از او یک عدد موهومی است.